سلام، بریم اولین کد دیپ لرنینگمون رو بنویسیم. اولین کاری که می‌خوایم بکنیم ایمیج کلاسیفیکیشن با استفاده از لایبرری تنسورفلو و کراس. توی این ویدیو مفاهیمی که یا تاپیک هایی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، یکی حالا کد کلی این که چطور یک کانولوشنال نورال نتورک رو کد بنویسیم و یه دونه ایمیج کلاسیفیکیشن تولید کنیم، چطور اوورفیتینگ رو تشخیص بدیم و اینکه چطور نهایتاً عمل کرده مدلمون رو ارزیابی کنیم. ببینید، کدهایی که شما برای ایمیج کلاسیفیکیشن تو اینترنت بی نهایت میتونید پیدا کنید. برای همین من کدشو دیگه از صفر نمی نویسم، هیچ کی از صفر نمی نویسه. یعنی شما میتونید کدو از هزار تا سایت پیدا کنید. من فقط میخوام توضیحشون بدم که خب خیلی افیشنت تر بریم جلو به قول معروف. ببینید، توی دیپ لرنینگ اولین مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که دیتاتون چیه. خب از چند راه شما میتونید دیتا به دست بیارید، یا این دیتا ست های آماده‌ای که توی اینترنت هست، مثل دیتا ست های معروف مثل ایمیج نت، C410, امنیست دیجیتس یا امنیست فشن. خب اینا دیگه خیلی معروفن و تعداد تصاویر خیلی زیادی دارن. یا اینکه شما میتونید از یک سایتی مثل کگل، بذارید اینجا نشون بدم کگل. خب این سایت اصلش برای اینه که مسابقه های دیپ لرنینگ برگزار میکنه. یعنی یه دونه عنوانی رو میگه که شما مثلا بیاید روی این دیتا این پروژه رو انجام بدید، مثلا کلاسیفیکیشن روی این تصاویر انجام بدید. ببینید، پروژه های خیلی مختلف تعریف شده و جایزه هم دارن و معمولا خب خیلی شرکت میکنن. اگه شما بهترین نتیجه رو بیارید اون جایزه رو برنده میشید. مثلا برای این مسابقه 2200 تا تیم شرکت کردن. ولی در حالت کلی چیزی که من میخوام نشونتون بدم قسمت دیتا ستشه، که یک دیتا ست عظیمی برای هر موضوعی که فکرشو بکنید داره. پس یه موضوعی رو خواستید براش دیپ لرنینگ کار کنید، بیاید اینجا بگردید که دیتا ست مورد نظرتون رو داره یا نه. خب حالا برای این پروژه اول ایمیج کلاسیفیکیشنمون ما میایم از C410 استفاده میکنیم. C410 یه دیتا ست تشکیل شده از 60,000 تا عکس 32 پیکسل در 32 پیکسل که در 10 تا کاتگوری مختلف یا 10 تا کلاس مختلف دسته‌بندی شدن. کلاس هاش مثل سگ، گربه، پرنده، هواپیما، اتومبیل، چرا به ترتیب نیومدم، گوزن، قورباغه، اسب، کشتی و کامیون. یعنی ما میخوایم کلاسیفایری ترین کنیم، آموزش بدیم که بتونه هر عکسی بهش دادیم بتونه تشخیص بده این هواپیماست یا پرنده است یا گربه است یا سگ. پس اسم این دیتا ست آماده‌ای که داریم C410. بیایم اول یه سری لایبرری‌هایی که لازم داریم و ایمپورت کنیم. بچه‌ها من باز دارم توی گوگل کلاب کد می‌نویسم، آموزش گوگل کلاب و ویدیوشو گذاشتم. برای اینکه ما بتونیم از دیتا ست C410 استفاده کنیم، میتونیم از خود کراس اون دیتا ست رو ایمپورت کنیم. میگیم که cross.datasets import C410. ببخشید، اینجا باید from باشه. پس این C410 رو ما الان داریم و میتونیم با این دستور C410ی که ایمپورت کردیم رو با load data لودش کنیم. این به ما چی میده؟ این به ما دو تا دسته‌بندی میده به این صورت: این برای ترین کردن مدلمونه، این برای تست کردن مدلمونه. برای ترین کردن مدلمون یه X میده یه Y. X خود عکس، Y لیبلشه که یعنی لیبل گذاشته که آیا این سگ، این گربه است، هواپیماست. تست هم همینطور، ایکس ها خود اکسن، وای ها لیبلشه. پس ما اینو لود میکنیم. لود شدن. الان من اگه ایکس ترین شیپ رو بزنم، شما میبینید که یک آرایه چهار بودیه. 50,000 تا عکس داریم برای ترین کردن که هر کدوم از عکس ها 32 پیکسل در 32 پیکسلن و سه تا چنل دارن، یعنی عکس رنگی هم. ایگرگ ترینمونم اگه شیپش رو ببینید، 1,50,000 تایی در یکی، یعنی یه لیبل دارن یا لیبلان. لیبل چیه؟ توی لیبل ها دیگه ننوشته داگ، کت. خب عدد داده به هر کدوم. من اگه موس رو بیارم رو این، ببینید
توضیحاتش رو آورد، لیبل ها رو نوشته. لیبل 0 مال هواپیماست، 1 مال اتومبیل، 2 مال برد یا پرنده است، 3 مال گربه است. پس عدد دارن هر کدوم از لیبل ها و هر کدوم مربوط به یکی از کلاس هامونه. پس دیدیم که توی دیتامون چه شکلیه. حالا ایکس ترینمون 50,000 تا عکس بود، ایکس تستمون 10,000 تا عکس. خب این از این. یه کار دیگه که ما باید با تصاویرمون بکنیم اینه که نرمالایزشون بکنیم. نرمالایز یعنی چی؟ اولا که تایپشو به فلوت 32 تبدیل میکنید که از این بابت مطمئن باشید. اما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ ببینید هر پیکسل تو عکس مقداری که میگیره بین 0 تا 255، درسته؟ یعنی مقادیرش از 0 تا 255 هر پیکسل میتونه مقدارش تغییر کنه. اما به خاطر اینکه این مقادیر توی CNN وقتی ترین میشن ضرب در ویت های بین لیر های مختلف، بین پارامترهای مختلف میشن، این عددا باعث میشه احتمال همگرا شدن ترینینگمون کم بشه و طبق تحقیقاتی که کردن متوجه شدن که اگه مقدار این اعداد یا مقدار ولیو های پیکسل هامون بین 0 تا 1 باشه خیلی راحت تر ترین میشه، سریع تر ترین میشه، سریع تر همگرا میشه. برای همین نرمالایز میکنیم، یعنی مقدار هر پیکسل رو ما از 0 تا 255 میخوایم بیاریم از 0 تا 1. برای همین به 255 که ماکسیمومش هست تقسیم میکنیم، نتیجتاً مقدارشون میاد بین 0 تا 1. اینا همش کارهاییه که قبل از اینکه ترین رو شروع کنیم داریم انجام میدیم. کار بعدی که انجام میدیم وان هات انکودینگ. این میاد چیکار میکنه؟ شما دیدید که مثلا لیبل عکس اولمون، بذار عکسو نمایش بدم، مت پلات لیب ایکس ترین یک آرایه ای از عکس هاست. من اگه عکس صفرم که همون عکس اول رو نمایش بدم، ببینید این عکسمونه، فقط چون 32 پیکسل در 32 پیکسله حالا من نمیفهمم این چیه، احتمالا قورباغه باشه. برای که مطمئن بشم میام لیبلش رو، ایندکس هاشون باید یکی باشه، لیبل همون صفر رو پرینت میکنم، لیبل 6ه. 6 چی بود؟ 6 فراگه، یعنی قورباغه است. لیبلمون به شکل یک عدده، ولی این برای CNN قابل درک نیست به عنوان لیبل. لیبل باید چون خروجی نورال نتورک ما باید به تعداد کلاس هامون نورون داشته باشه، پس باید یک آرایه بیرون بده. این الان مثلا 3 تا کاتگوری داریم، یه آرایه 3 تا عددی بیرون بده همش صفر باشه، اون کاتگوری که درسته، اون کلاسی که درسته، اون یک بشه. به این میگن وان هات انکودینگ. الان من اینو انجام میدم، بعد براتون پرینت میکنم ببینید چه فرقی کرد. قبلا وای ترین صفر همینجور یه 6 بهشتون میداد، الان وای ترین صفر رو اگه پرینت کنم یه همچین چیزی میده. چون ما 10 تا کلاس داریم، این 10 تا المان داره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، و آرایه ششمش 1 شده. اگه کلاس کامیون بود، کامیون عدد مربوط بهش 9، این آرایه 1 میشد. پس این وان هات انکودینگ فقط فرمتش رو عوض میکنه، هیچی عوض نمیکنه، فقط فرمت لیبل هامون رو عوض میکنه. الان شیپش 10,000 در 1 بود، الان 10,000 در 10، واسه همین 10 رو به ما میده که میشه تعداد کلاس هایی که داریم. حالا وقت میرسه به ایجاد مدلمون. من اینو مارک داون میکنم، بیلدینگ دی مدل. این دیگه متنه، کد نیست. بذار یکم بزرگترش کنیم. برای اینکه بتونیم مدلمون رو بسازیم چند تا روش مختلف داره مدلای CNN ساختن. یه روشش سکوئنشاله، یعنی شما میاید به صورت ترتیبی لایه‌های مختلف رو تعریف می‌کنید براش. خب این ساده‌ترین روششه. برای مدل‌های پیچیده‌تر شما میاید بلاک‌هایی تعریف می‌کنید، مثل رزنت شما میاید یک بلاک رزیدوال تعریف می‌کنید، یک بلاک کانولوشنال، و اینا رو کنار هم این لگو می‌چینید. خب اون دیگه حالت ترتیبی نیاز نیست لزوما داشته باشه، ولی برای اول کار ما حالت ساده که سکوئنشال رو میریم. سکوئنشال تعریف نشده، حالا من اینا رو کپی پیست کردم، بعدا توضیح میدم هر کدوم چیه، ولی سکوئنشال رو از اینجا ایمپورت کردیم، from keras models
import sequential load model هم حالا بعدا ازش استفاده میکنیم. پس اینو چون یه تغییرات توش دادیم دوباره ران میکنیم، فقط اون سلو نیاز هست ران کنیم، دیگه الان ارور نداد. حالا که سکوینشاله میتونیم یکی یکی بیایم بهش لیر اضافه کنیم. میگیم که مدل دات اد، من لیرهامو اینجا تعریف کردم، from keras layers، از لایه های keras import کن convolution max pooling dense dropout flatten، و اینجوری میتونم ازش استفاده کنم. پس میگم که add کن conve 2d، مثلا من میخوام 32 تا فیلتر یا کرنل داشته باشه که ابعادشون 3x3 باشن. ببین اینجا بهتون راهنمایی میده که الان چی رو با الان استراید رو باید تعریف کنید. وقتی نوشت یکی در یک، یعنی دیفالتش اینه. اگه نمیخواید عوض کنید اصلا دیگه لازم نیست تعریف کنید، پدینگشو سیم تعریف کنید، یعنی ورودی و خروجی یه اندازه بشه. بقیه رو کاری نداریم. یه چیزی که فقط باید برای لیر ورودی اولین لیرمون تعریف کنیم ورودیمونه، که ورودیمون چه سایزیه. input shape که برای ما 32x32x3. حالا به جای این 32x32x3 چی میتونیم بذارید؟ مثلا عکس extrain shape ما چیه؟ سعی کنید عدد خالی نذاریم، به پارامترهای دیگه تون رد بده. extrain shape ما اینه. خب اگه من بذارم از بعد دوم شروع کن، اینو به ما میده، همینیه که ما اینجا گذاشتیم. پس من به جای اون عدد حالت پارامتریشو میذارم. این یه چیز دیگه هم که باید تعریف کنیم اکتیویشن فانکشنشه، که همیشه بچه ریلو دیگه استفاده میشه، مخفف رکتیفاید لینیر یونیته، که دیگه الان همه برای کانولوشن ها از این استفاده میکنن. پس ما یک لایه فعلا به این اضافه کردیم. بعد این من میتونم یه کانولوشن دیگه هم اضافه کنم، اینن همین باشه، فقط 64 تا فیلتر داشته باشه، 3x3 باشه، دیگه برای لایه بعدی اینپوت شیپ لازم نیست، ولی اکتیویشنش همون باید باشه. بعد کانولوشن یه دونه لیر مکس پولینگ باید بیاد، مکس پولینگ 2D. اینو یک بار دیگه هم تکرار میکنیم. دیگه این ببینم اجرا میکنه مکس پولینگو. مکس پولینگو با چه اسمی ایمپورت کرده بودیم؟ مکس پول دو، مکس پولینگ نیست، مکس پول 2D. خب 1 2 3 4 5 تا لیر الان اضافه کردیم. میتونیم یه دونه کانولوشن 128 هم بهش اضافه کنیم. آره، الان که ما چند تا لیر کانولوشن و مکس پولینگ گذاشتیم، دیگه میتونیم اینو فلتن کنیم، یعنی از دو بودی به یه دون آرای یک بودی تبدیل کنیم. دوباره مدل اد فلتن، بعد فلتن دیگه میتونیم دنس لیر اضافه کنیم. اکتیویشن دنس لیر هم معمولا ریلوه. ببینید این لیر کانولوشنیه که تعریف کردیم، این پولینگ کانولوشن پولینگ، نهایتاً این سه بودی البته خب باید به یک بودی تبدیل کنیم، یعنی فلتش کنیم، صافش کنیم، بعد اینو بدیم به دنس لیر. این دنس لیرامونه که دقیقاً نورال نتورک، یک نورال نتورک ساده است. به این قسمت میگن فیچر اکستراکشن، یعنی کار این قسمت های کانولوشن فقط استخراج فیچرهای عکسه. این قسمته که میاد یاد میگیره چطور کلاسیفای کنه. ما وقتی دنس لیر رو تعیین میکنیم اینو داریم تعریف میکنیم. پس من یک دنس لیر با 32 تا نورون تعریف کردم و دیگه میتونه لایه بعدی لایه خروجیمون باشه، که اونم از نوع دنس، فقط تعداد نورون هاش تعداد کلاس هامونه. ما اینجا بذارین اسمش بده، number of classes، تعداد نورون هاش تعداد کلاس هامونه که همون 10. و فرق دیگه ای که داره اکتیویشن فانکشن ایمیج کلاسیفیکیشن سافت مکس. بچه سافت مکس میاد احتمال هر کدوم از کلاس ها رو بین 0 تا 1 خروجی میده، در نتیجه 10 تا احتمال خروجی میده و جمع این 10 تا احتمال 1 میشه. هر کدوم بیشتر باشه اون کلاس خروجی ماست. حالا جلوتر بهتر میبینید. حالا پس ما مدلمون رو تعریف کردیم، فقط اینجا نمبر آف کلاس رو یه بار دیگه ران کنیم که بشناسه. خب الان این خیلی ساده تعریف شد، میخوام نتیجهش رو ببینید بعدا بهبودش بدیم، بهبود دادنش جذابه. حالا
مدلمون رو که معماریش یا آرکیتکچرش رو تعریف کردیم، باید بیایم کامپایلش کنیم، یعنی تازه بیاد بسازتش. کامپایل، توی کامپایل یه سری چیزا رو باید براش تعریف کنید. بگید که اولا لاس از چه نوعی باشه. لاس چیه؟ لاس اینه که وقتی داره خودش رو آموزش میده، ترین میکنه، وقتی یه آوتپوت خاصی تشخیص میده باید یه معیاری داشته باشه که بتونه با استفاده از اون فانکشن تشخیص بده که چقدر خطا داره و بیاد خودش رو اصلاح کنه. اومدن فانکشن های خیلی مختلفی ساختن برای اینکه لاس خودش رو بتونه تشخیص بده و خطای خودش رو بتونه تشخیص بده. اونی که برای ایمیج کلاسیفیکیشن استفاده میشه، ایمیج کلاسیفیکیشنی که تعداد کلاس هامون از دوتا بیشتره، کاتگوریکال کراس آنتروپیه. اگه دوتا کلاس داشته باشید باینری کراس آنتروپیه. پس این نسبت به اینکه چند تا کلاس برای دستبندی یا کلاسیفیکیشن دارید. پارامتر بعدی که باید تعریف کنید اپتیمایزرتون رو باید بگید، اینکه از چه متدی برای اپتیمایز کردن یا بهینه کردن خودش استفاده میکنه. معمولا دیگه الان از آدم استفاده میشه چون خیلی کارایی خوبی داره. میتونید اپتیمایزر مختلفو برید مطالعه کنید استفاده کنید، ولی معمولا بهترین جوابو همین آدم میده. بعد متریکسه. متریکس چیه؟ میایید میگید که تو معیارت برای عمل کرده این که عمل کردت خوبه یا خوب نیست، یکی اکیورسی به ترینینگ دیتا باشه، یکی اکیورسی ولیدیشن باشه. حالا ما میتونیم مدل سامری رو یه اوورویوی یا یه کلیتی از نتورکمون با نوشتن این دستور ببینیم. این نشون میده که اولا چه لایه‌هایی با چه ترتیبی مدلمون داره. یه دونه کانولوشن داره، یه دونه کانولوشن داره، یه دونه مکس پولینگ داره، کانولوشن مکس پولینگ. و علاوه بر اون نشون میده که هر لایه چند تا پارامتر قابل ترین شدن داره. این قابل ترین شدن برای خود CNN، خود CNN باید اینا رو ترین بده، اما در کل میبینید که 196,000 تا پارامتر رو باید ترین کنه. اما در مقیاس دیپ لرنینگ این عدد خیلی کمیه. خب تو دیپ لرنینگ معمولا پارامترهای قابل ترین شدن در مقیاس چند میلیون تان. حالا مدلمون رو تعریف کردیم، معماریش رو ساختیم، حالا میرسیم به بخش ترین کردنش. بذارید من بازی متنی بنویسم. ترینینگ د مدل، بذارم بزرگش کنیم. الان اینجا برای اینکه مدلمون رو ترین کنیم میگیم که model.fit، از این دستور استفاده میکنیم. میگیم که مدل رو بیا فیت کن روی x ترینمون و y ترینمون. اینا برای داده هایی که برای ترینینگه. ولیدیشن دیتا رو هم باید براش تعریف کنیم. x تست، y تست. این فیت کردن همون ترین کردن، یعنی اینو یس بزنید شروع میکنه ترین کردن مدلتون. یکی از چیزایی که باید تعریف کنید اپوکسه. این یعنی چند دور تمرینش بدم، چند دور همه داده ها رو براش مرور کنم. هر سری داده ها از توی مدلتون رد میشه که ترین بشه، پارامتراش خودشون رو یکم آپدیت میکنن. دوباره اگه داده ها رو از توش رد کنین دوباره خودش آپدیت میکنن. حالا هرچی این بیشتر باشه معمولا اکیورسیتون بیشتر میشه تا اینکه به یه حد اشباع میرسه. خب ممکنه شما 100 بار اینو ترین کنید، 100 تا ایپوک تعریف کنید که 100 دور خودشو ترین کنه، ولی از 20 تا به بعد دیگه خیلی بهبود آنچنانی نداشته باشه. یکی هم ممکنه اوورفیتینگ اتفاق بیفته اگه زیاد ترینش کنید، که اینا رو پیش بریم. من نشونتون میدم که چجوری اینا رو بفهمید از روی نمودار اکیورسیش. خب من الان اینو مثلا میذارم سی. خب یه چیز دیگه هم که باید تعریف کنید بچ سایزتون هست. الان معمولا دیتا ست های ما خیلی بزرگه. گفتم که 60,000 تا عکس داریم، 50,000 تا عکس برای ترینینگ داریم. این نمیتونه همه 50,000 عکس رو یک جا بده به خورد مدل، مثلا میتونه 100 تا 100 تا بده بهش. خب این بچ سایز اونیه که چند تا چند تا بده. الان معمولا یه عدد اینجوری براش میذارن. الان به محض اینکه من اینو ران کنم ترینینگم شروع میشه، اما نشو. خب ببینیم مشکل کجاست. من یه چیزی یادم رفت اینجا بذارم. اینجا معمولا می نویسن هیستوری مساوی این که عمل کرده مدل رو اینجا سیو میکنه. بچه این خیلی حالت ساده ایه که ما نوشتیم. ما میریم کم کم برای پیچیده ترها که کار برهایی. بذار من اول اینو پیدا کنم بعد توضیح بدم.
مشکل اینه که validation accuracy رو نمیشناسه. یه اشتباه تایپی احتمالاً داره. اینجا اینو من فکر میکنم این باشه. خب این الان شروع کرد ترین کردن. اطلاعاتی که اینجا میبینید چیه؟ یکی اینه که من گفتم که 30 تا اپوک انجام بده، 30 تا تکرار انجام بده. این تکرار اوله، یک از 30. این عددی هم که اینجا میبینید اداره انجام میده، تعداد تصاویر ترینینگمون تقسیم بر بچ سایزمونه که تقریبا میشه 50,000 تا عکس ترینینگمون اگه تقسیم بر 64 کنیم میشه 782 دسته. داره یکی یکی دسته ها رو میده، دسته های 64 تایی میده تو. اینجا چیزایی که به ما نشون میده accuracy مدلمون، loss مدلمون. loss یه جور اروره که هرچی کمتر باشه بهتره، accuracy دقتشه که هرچی بیشتر باشه بهتره. الان 50 خیلی خوب نیست، ولی خب هرچی ترینینگش بیشتر شه بهتره. خب الان یه نکته‌ای که میخوام ببینید اینه که الان فقط رو CPU داره ترین میشه. خب من از گوگل کولاب دارم استفاده میکنم و از CPU های خود گوگل دارم استفاده میکنم. بذارید یه دونه ایپوکش تموم بشه ببینیم که چقدر طول میکشه. اینجا زمانی که طول میکشه نشون میده. الان نزدیک 5 گیگابایت رم داره استفاده میکنه، نزدیک 38 گیگم هارد دیسک داره مصرف میکنه. بذاریم ببینیم که چقدر طول میکشه یه دونه ایپوکش. خب الان یک ایپوکش تموم شد و 300 ثانیه طول کشید چون فقط از CPU استفاده کرده بود. الان بیایم اینو استاپ کنیم، از گوگل کولاب درخواست کنیم که بهمون GPU بده. میرید توی ران تایم، چینج ران تایم تایپ. اینجا هاردویر اکسلریترتون GPU انتخاب میکنید. اینجا نوشته که اگه واقعا لازم ندارید استفاده نکنید، چون اگه دیپ لرنینگ کار نمیکنید یه کد معمولی دیگه CPU کافیه. GPU رو نگه دارید برای کسایی که میخوان استفاده کنن. اینو سیو میزنیم. حالا کانکت میشه. ببینید الان دیگه علاوه بر رم و دیسک GPU هم نشون میده. حالا تا اینجای کار وقتی کدتون رو مینوشتید روی CPU نگه دارید، بعد که دیگه مطمئن شدید درست کار میکنه GPU رو بگیرید. خب الان که GPU گرفتین میبینید این داخل اینا خالی شد، یعنی همه اینا رو سریع بزنید دوباره اجراشه، چون یه سیستم جدید بهتون اختصاص داده، دوباره کانکت شده. اینا دوباره باید ران بشن. کامپایل کنیم مدل سامری. حالا ترین کنیم ببینیم الان با جی پیو چقدر طول میکشه. با سی پیو 300 ثانیه بود. ببینیم با جی پیو چطوره. متاسفانه این همیشه ارور میده، یعنی رو سی پیو ارور نداد، جالبه، ولی رو جی پیو ارور داد. حالا اشکال نداره بدون این ران کنیم. خب الان شروع کرد ران کردم، ببینیم که یه اپوکش چقدر طول میکشه. ببینید 20 ثانیه طول کشید، 7 ثانیه، یعنی از 300 ثانیه رسید به 7 ثانیه. جی پیو فرقش اینه. حالا بایستیم 30 تا اپوکو بره بعد ببینیم که نهایتاً اکیورسیش به چی میرسه. اینجا اکیورسیمون اولش که شروع کرد 58% بود، الان رسیده به 75% و همینطور داره میره بالا. لاس ولیدیشن ستمونم، آها ببینید این اکیورسی یا دقت ترینینگ دیتا مونه که اینم داره میره بالا، رسیده به 92%. این اکیورسی روی ولیدیشن دیتا مونه، اینم داره میره بالا، ولی خب مقدارشون فرق میکنه. اکیورسی ترینینگ دیتا مون بیشتر از ولیدیشن دیتا مونه. حالا یه توضیحی تا این داره ران میشه در مورد ترینینگ ست، دیتا ست، ولیدیشن ست، تست ست بدم. ببینید تو این مثال 60,000 تا عکس داریم. از این 60,000 تا 50,000 تاشو برای ترینینگ اختصاص دادیم، یعنی برای آموزش دادن مدل.
یه مقداری رو جدا کردیم، تست ست 10,000 تا رو جدا کردیم که تست کنیم مدلمون رو، ببینیم امتحان بگیریم ازش، ببینیم درست عمل میکنه یا نه، یا دقتش چیه. پس موقع آموزش دادنش یه سری داده ها رو اصلا نشونش نمیدیم که ببینیم در مورد داده های جدیدی که تا حالا ندیده چجوری عمل میکنه. این یه روش تقسیم بندی دیتا هامونه. یه روش دیگه که بهتره بعدن اونو انجام میدیم اینه که اول شما از دیتا هاتون یه 10% جدا کنید، کلن بذارید کنار، بشه تست دیتاتون. از اون باقی مونده هم 10% یا 20% رو بردارید برای ولیدیشن، که تو هر اپوک که ترین میکنید هی با اون مقایسه کنید، هی دوباره ترینش کنید، دوباره با ولیدیشن مقایسه کنید، دوباره ترینش کنید، و نهایتا اگه از عمل کردش نسبت به ولیدیشن راضی بودید اون موقع روی تست دیتا تستش کنید. یعنی به 3 قسمت تقسیم میشه، ولی اینجا ساده تر ما به 2 قسمت تقسیمش کردیم، ترینینگ و تست. تو این حالت ولیدیشنمون همون تست دیتا مونه. الان تموم شد و ترین شد، نهایتا دیدین چقدر سریع بود. حالا ببینید، ما یه چیزی رو تو هیستوری ذخیره کردیم، ببینیم تو هیستوری چی ذخیره شده. هیستوری دات هیستوری، خب این یه دکشنریه که ببینیم چه اطلاعاتی توش داره. لاس رو داره، اکورسی رو داره، ولیدیشن لاس، ولیدیشن اکورسی. خب ما میتونیم اینا رو گرافش رو بکشیم ببینیم که در طی اپوک های مختلف چطور پیشرفت داشته. با استفاده از لایبرری پانداز دیتا فریم این هیستوری دات هیستوری رو، این خیلی روش ساده ای پلات کردنه، میگم اینو پلات کن. خب ببینید الان این به ما چی نشون میده؟ این نشون میده که آبی لاس ماست که خوب اومده پایین و باید بیاد پایین. اکیورسیمون نارنجی است، اومده به نزدیکای 100 هم رسیده. حتی دو تا چیزی که باید با هم مقایسه کنیم لاس ترینینگ و لاس ولیدیشن آبی و سبز. ببینید لاس ترینینگ قشنگ اومده پایین ولی لاس ولیدیشن رفته بالا، خیلی رفته بالا. این نشونه چیه؟ این نشونه اوورفیتینگه بچه. اوورفیتینگ خیلی براتون اتفاق میفته، واسه همین یاد بگیرید چطوری بشناسینش. از روی این گراف میتونید بشناسینش، از روی گراف اکورسی هم میتونید بشناسید. اکورسی ترینینگ نارنجیه، اکورسی ولیدیشن قرمزه. وقتی اکورسی ترینینگ دیدید داره بهبود پیدا میکنه ولی مال ولیدیشن بهبود پیدا نمیکنه، یعنی اوورفیتینگ اتفاق افتاده. اوورفیتینگ چیه؟ اوورفیتینگ وقتیه که مدلتون داده ها رو یاد نمیگیره، حفظ میکنه. واسه همین وقتی داده جدید بهش میدید نمیتونه تشخیص بده، برای اینکه یاد نگرفته، فقط حفظ کرده. به این میگن اوورفیتینگ. چند تا روش هست برای اینکه جلوی اوورفیتینگ رو بگیرید. یک روش استفاده از داده های بیشتره. خب ما الان داده بیشتر نداریم برای اینکه دیتا ستمون مشخصه. برای داده بیشتر میتونید از دیتا اوگمنتیشن استفاده کنید، حالا توی ویدیو بعدی اونو کار میکنیم. یه روش دیگه استفاده از دراپ اوته. دراپ اوت چیه؟ بازتون صفحه یه عکس خیلی خوبی برای دراپ اوت بود. ببینید دراپ اوت میاد به صورت رندوم چند تا از نورون ها رو خاموش میکنه که نورون های دیگه تنبل نشن، اینا یاد بگیرن. بعد دفعه بعد یه چند تا دیگه رو خاموش میکنه، این باعث میشه دیگه نتونه حفظ کنه، باید یاد بگیره. این افزودن لایه دراپ اوت. یا میتونید از دستور بچ نورمالایزیشن استفاده کنید. بچ نورمالایزیشن میاد نورمالایز میکنه خروجی هر لایه رو قبل اینکه بره لایه بعد. اینم کمک میکنه به اوورفیت نشدن. بیایم اینا رو اضافه کنیم ببینیم که نهایتاً چه تأثیری میذارن. خب من بعد این لایه یه دونه دراپ اوت اضافه میکنم، مدل add drop out. یه دونه عدد بین 0 تا 1 میدید بهش، این در واقع میگه که چند درصد از نورون ها رو خاموش کنم. میگم 20% از نورون ها رو خاموش کنم. یه دونه اینجا اضافه میکنم، یه دونه بعد اینجا اضافه کنیم، یه دونه بعد اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا. خب بچ نورمالایزیشن هم بعد هر لیر اضافه میکنم.
مثل دستور آشپزی شد. مدل اد بچ نورمالایزیشن، اینو فکر کنم ایمپورت نکردیم، با این دستور باید ایمپورتش کنید. این لیر هم میام بعد دراپ اوت ها اضافه میکنیم، یعنی قبل ورود به هر لایه بعدی. بچه این مکس پولینگ هم باید دو داشته باشه که اون پنجرهش رو مشخص کنه. خب مدلمون رو اگه دوباره کامپایل کنیم و سامریشو ببینیم، قبلا 160 تا 1000 تا داشت، الان 300 خورده ای پارامتر شد. بیایم ترینش کنیم. بذار اول ببینیم که نهایتا ترینینگ اکورسی 97% شد، ولیدیشن سی 74%. اما بچه این واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه اوورفیتینگ اتفاق افتاد و اگه شما یه داده جدید بهش بدین ممکنه خیلی جواب پرتی بهتون بدید. اگه اوورفیتینگ اتفاق افتاد خیلی اعتماد نکنید به این اعداد. حالا یه بار دیگه ترینش کنیم. خب اپوکاش تموم شد. ببینید لاس ترینینگ از 1.5 رسید به 0.3. اکیورسی ترینینگ از 40% رسید به 86%، و اکیورسی ولیدیشن 83%. الان ببینید اکیورسی ولیدیشن و ترینینگ تقریبا یکی هن، برای همین میتونیم امیدوار باشیم که اوورفیتینگ اتفاق نیفتاده. بیایم این گراف رو دوباره بکشیم. آها ببین چه قشنگ شد. قبلا این سبزه اینجوری برخوش رفته بود بالا، الان دیگه اوورفیتینگ نشده، ترینینگ و ولیدیشن همزمان با هم کم شدن، همچنین اکیورسی ترینینگ و ولیدیشن هم همزمان با هم زیاد شدن و به یک مقدار رسن. الان این 80%، 80% برای ما قابل اطمینان تر از 80% قبلی. خب پس این خیلی خوب انجام شد. من الان میخوام عملکردش رو نشونتون بدم، چطوری غیر از این گراف عملکردش رو بررسی کنید. اما قبل اون میخوام بگم که چند تا مطلب بسیار مهم دیگه هم مونده، ولی تو ویدیوهای بعدی اونا رو بهشون میرسیم. یکی این که استفاده از مدل هایی که پری ترین شدن، یعنی مدل های قوی تری مثل VGG16، مثل اینسپشن، اکسپشن، رزنت، اینا اصل کاری، یعنی اونا موتورای قدرتمندن، تو ویدیو بعدی از اونا استفاده میکنیم. دوم بیایم از دیتا اوگمنتیشن استفاده کنیم که خیلی خیلی مهمه. حالا توی ویدیو بعدی میایم از دیتا ست های غیر معروف استفاده میکنیم که دیتا ست های معروف نباشن. حالا اگه بخواید یکی از این از یه روش دیگه هم میتونید اینا رو پلات کنید. plot.plot history، مشخصا یه چیز خاص رو اگه میخواید پلات کنید، مثلا فقط اکیورسی ترینینگ رو با اکیورسی ولیدیشن پلات کنید. ببینید پلات شو، فقط مثلا این دوتا رو نسبت به هم پلات کردم، میبینید دیگه لاسو نکشیدم. خب یه کار دیگه هم که میتونید بکنید، مدلتون رو سیف کنید بعد اینکه ترین شد. مدل سیف، حالا مثلا CNN C410 پسفندش H5. بعد اینکه سیف کردید میتونید دوباره مدلتون رو لود کنید با یه اسم دیگه، مثلا مدل 2، مدل لود، همینو لود کنید. مثلا فکر کنید اصلا یه نوتبوک دیگه باز کردید، مدلتون رو میخواین لود کنید به صورت از روی لوکال. این مدل لود نیست، لود مدل. الان که لود شد من میتونم مدل 2 پردیکت، الان میتونم از قدرتش استفاده کنم روی تصاویر ایکس تستمون. بیا رو تصویر اولمون که فکر کنم قورباغه بود، بیا بگو که این چیه. آها این شیپ باید داشته باشه، مثلا باید بگیم که از تصویر 0 تا 10 بیا بگو چی ان اینا. برای تصویر اول خروجیش اینه، یعنی میگه به این احتمال 3 به ضرب در 10 به توان منفی 4 کلاس اوله، کاتگوری اوله، 8 ضرب در 10 به توان منفی 4 کاتگوری دومه، و همینطور بیشترین اینا، بزرگترین عددی که بین اینها هست اینه. این تشخیص داده کاتگوری 0 1 2 3
برای اینکه بفهمیم خب این چه مفهومی داره، راحت ترین کار اینه که لیبل هامون رو یه بار بنویسیم، لیبل هامون رو به ترتیب، بعد بگیم که این ماکسیمومش سومیه. سومی لیبل ها چیه؟ لیبلز سومی کته. خب پس این قورباغه رو تشخیص داده که کته، یعنی این پردیکشنشه ها. خب در صورتی که وای تست سفروم چی بود؟ اونم کتگوری صفر بود، یعنی درست تشخیص داده کت بود و کت تشخیص داده. خب پس این درسته. حالا ما نمیتونیم یکی یکی بیایم اینا رو ببینیم، یه چند تا روش هست که میتونیم عملکرد کل سیستم رو بررسی کنیم. یکی استفاده از کانفیوژن ماتریکس ها هست. کانفیوژن ماتریکس ها میان نشون میدن که تو هر دستبندی چند تا رو درست تشخیص داده، چند تا رو غلط، و اینجوری میتونید بفهمید که توی کدوم دستبندی خوب کار میکنه، توی کدوم دستبندی خوب کار نمیکنه. خب الان این شکل رو به ما داد. این اسمش کانفیوژن ماتریکسه. یعنی چه اطلاعاتی به ما میده؟ میگه که اکسس عمودی لیبل های واقعی هن، اکسس افقی اونایی که مدل ما تشخیص داده. هرچی پررنگ تر باشه یعنی قوی تر بوده. عکس هایی که هواپیما بودن و هواپیما تشخیص داده شدن 871 تن، عکس هایی که اتومبیل بودن و اتومبیل تشخیص داده شدن 924 تن، و به همین ترتیب. واسه همین محور قطری خیلی همیشه پررنگه. حالا بیایم محورهای دیگر رو نگاه کنیم. ببینید مثلا یه عددی که زیاده 124 تا برام جالبه، چون که سگهایی بودن که گربه تشخیص داده شدن، یعنی 124 تا عکس سگ گربه تشخیص داده شده، 138 تا عکس گربه سگ تشخیص داده شده. ولی در کل عملکرد مدلمون خوبه، چون اکثریت 80% رو درست تشخیص داده. یکم تو گربه ها ضعیف عمل کرده، این پررنگ توی قورباغه خوب عمل کرده، توی ماشین خوب عمل کرده، ولی مثلا تو گربه و سگ خوب عمل نکرد. پس این کانفیوژن ماتریکس اینجوری به درد ما میخوره. یه آنالیز دیگه هم که میتونید روشون بکنید اینه که تصویری ببینید که مثلا چی و چی تشخیص داده و یکی یکی نگاه کنید. اینم با این یه تیک کد میشه کارمون رو راه بندازیم. خب این کد چیکار میکنه؟ مثلا یه چند تا عکس رو رندوم انتخاب میکنه توی از تست ستمون، خود عکس رو نمایش میده، بعد مینویسه که در واقع این لیبلش گربه بوده و تشخیص مدل ما هم گربه بوده، این واقعا شیب بوده و تشخیص مدل ما هم شیب بوده. خب تو اکثرش میبینید که درست تشخیص داده، اینو اشتباه تشخیص داده. خب وقتی این دوتا یکی نیستن، این در واقع هورس یا اسب بوده، ولی تشخیص مدلی که ما ترین کردیم اسب بوده. حالا تو بیشتر مواقع درست تشخیص داده، یه دونه این وسط اشتباه کرده. مثلا میتونید عکسایی که همه رو اشتباه تشخیص داده عکسا رو در بیارید، ببینید که شاید یه وجه مشترک پیدا کنید که چی میشه که اینو اشتباه تشخیص میده. حالا من فکر کنم این برای این ویدیو کافی باشه. پس چیکار کردیم؟ اومدیم اول نحوه استفاده از دیتا ست های آنلاین مثل سیفاردن یاد گرفتیم. کراس خودش داره، میتونید اتوماتیک لود کنید و ازش استفاده کنید. اینکه نرمالایز کنیم دیتامونو، بعد تبدیل به وان هات انکودینگ، با وان هات انکودینگ تبدیلش کنیم به این فرمت، مدل سکوئنشال خودمون از صفر بسازیم، اوورفیتینگ رو تشخیص دادیم و دراپ اوت و بچ نرمالایزیشن اضافه کردیم. این دوتا لازم نیست. بعد اومدیم کامپایل کردیم با استفاده از این دستور و ترینش کردیم. خب از جی پی یو اومدیم استفاده کردیم و نحوه نمایش عملکرد مدل به صورت گراف و به صورت کانفیوژن ماتریکس و به این صورت کیفی. پس این فکر کنم برای این ویدیو خوب باشه، کافی باشه. تو ویدیوهای بعدی گفتم میریم بیشتر کنکاش میکنیم، از مدل‌های قوی تر استفاده میکنیم، از در مورد فاین تیون کردن صحبت میکنیم و مدل هایی که پری ترین شدن، یعنی از صفر دیگه صفر صفر نیستن، یه مقدار بلدن یه چیزایی رو. بعد یه کم هم در مورد دیتا اوگمنتیشن صحبت میکنیم. خ...
خب پس تا اینجا برای این ویدیو کافیه، امیدوارم براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعد فعلا خدافظ.